بحث امارات چی؟ خیلی میگن که نه 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 چین برای اینکه داره از این واقع اینها گاو شیرده به چین هم شدن، چین میخواد اینها رو بدوشه، چه بسا که داره چین پشت پرده معامله میکنه، داره به شکلی وجه المصالحه میشه سرزمین ما. و سر قضیه جزایر سگانه این حرفا با حرفای خانم نصرآبادی و علیزاده قابل سازگار شدن و جمع شدن نیستش. سر جزایر چرا چین این کارو کرده؟ ببینید، بحث جزایر، اولا که خب ایران اساسا بس به لحاظ حقوقی طرح دعوا علیه این جزایر رو به رسمیت نشناخته و در واقع اینها رو از طرق مختلف، مثلا یکی از نمونه ها ثبت بین المللی این جزایر و زیست بوم این جزایر به عنوان بخشی از میراث در واقع محیط زیستی ایران هستش که مثلا جزیره ابو موسا از این جمله است، یعنی یکی از این جزایر سگانه که مورد ادعای گزاف اماراته، این اقدامات رو ایران انجام داده. بنابراین به لحاظ حقوق و اون دو در جزیره دیگر هم در واقع در پروسه هستن، یعنی مراحل اولیه ثبت اونها هم انجام شده. بنابراین ببینید، اساساً این شکل از در واقع ادعاهایی که از سمت امارات مطرح شده به نوعی میشه گفت که بخشی از یک جنگ و تنش، حالا شاید نمیدونم بشه گفت زرگری، یا به هر حال ادعاییه که امارات سالیانی که داره مطرح میکنه، به خصوص تحت فشار بلوک غرب و به خصوص با توجه به اینکه امنیت بسیار شکننده‌ای داره. خب شما میدونید فاصله بسیار کمی وجود داره بین در واقع این جزایر تا امارات، و اگر احیانا زمانی اینها در چنین توهمی باشن که میتونن در واقع به زور قوای نظامی مثلا بخوان تعرضی بکنن به خاک ایران و به در واقع سرزمین ایران و به تمامیت ارضی ایران که این جزایر هم جزشه بخوان تعرض بکنن، شما میدونید فاصله بسیار کمی، یعنی یکی از موشک‌های کوتاه‌برد ایران کفایت میکنه برای اینکه دبی دیگه در واقع این به نوعی. ما مثلا برنامه داشتیم با یه اخوت تو این برنامه ها توضیح دادیم که چگونه تمام تصفیه کننده های آب امارات در حاشیه خلیج فارس ساخته شده، برای همین خیلی راحت ایران با زدن فقط به شکلی تصفیه خانه های امارات میتونه تمام سیستم آب آشامیدنی اونجا رو از بین ببره، و امارات از نظر امنیت ملی کشور بسیار آسیب پذیر مقابل ایران، و خود امارات هم این رو میدونه و برخلاف حالا قصه های رسانه‌ای که هر از گاهی میشه، ولی سیستم حکمرانی و سیاست گذاران امارات برای همینه که با ایران کار میکنه، سعی میکنه که ایران رو هر از گاهی راضی نگه داره، سر دور زدن تحریما به ایران کمک میکنه، و امارات از این تبدیل به دشمن ایران شه کاملا حذر داره و سعی میکنه که به شکلی روابط رو همواره در یک سطحی نگه داره و تنش رو داره کنترل میکنه. برای همین در مورد این شکی نیستش. برگردیم به چین. ولی چین چرا این کار انجام میده؟ چین چرا نقطه حساس رو دست میذاره؟ اولا اساسا چین به هیچ عنوان بحث تمامیت ارضی ایران رو به هیچ عنوان زیر سوال نبرده. دوما این که در اون بیانیه هم در مورد این مسئله صحبت کرده که راه حل مثلا مناقشات در واقع شیوه های صلح‌آمیز و گفتگوه به این معنی نیستش که خود اون مسئله رو به رسمیت شناخته. در واقع داره در مورد شیوه حل منازعات که در واقع چیز جدیدی هم نیست. رویکرد چین اساسا در منازعات بین المللی در نقاط مختلف همواره همین بوده در سه دهه گذشته دست کم، که از طریق گفتگو، یعنی به هیچ عنوان تمایلی هم نداره که وارد این قبیل منازعات سیاسی بشه. و خب شما میدونید دیگه به هر حال این بیانیه‌ها تا حد زیادی هم کلیشه‌ای هستن، یعنی شما اگر برید به بیانیه‌های قبلی نگاه بکنید میبینید که در واقع این جملات بسیارشون تکرار شدن، و این جملاتی که تو این بیانیه اومده اتفاقا از جمله مبهم‌ترین‌ها و به نوعی رقیق ترین جملاتی هستن که ادبیاتشون در این اومده. شما فقط مقایسه بکنید با ادبیات بیانیه‌ای که عربستان و در واقع ایالات متحده چند ماه پیش که بایدن سفر کرد به عربستان و در جده این بیانیه مشترک رو دادن، مثلا اونو لحنشو مقایسه بکنید با این یکی بیانیه که عربستان و چین با هم دیگه منتشر کردن و در اون مثلا حالا اشاره‌ای به مسئله اتمی ایران هم شده. بنابراین این چیزی که هستش اینه که یه سطحی از شاخشونه کشیدن رو ما از سمت امارات به هر حال شاهد هستیم، چون به هر حال امارات از عربستان از یک جهاتی بیشتر
همچنان پای سفتی در اون بلوک امنیتی غرب داره، از جهات مختلف امنیتش شکننده تر از عربستان سعودیه، نوع منافعی که داره یک جاهایی با عربستان سعودی متفاوته و بنابراین همین باعث میشه که ما با رفتارهای متفاوتی رو از امارات مثلا ببینیم. نقش اسرائیل رو نباید دست کم گرفت، چون مناسبات امارات با اسرائیل متفاوته تا با روابط در واقع عربستان با اسرائیل، دست کم در اون سطوحی که کاملا مشهوده و در واقع سطوح دیپلماتیک و اعلامی. و این مسئله ایه که به هر حال اینها تو بیانیه هاشون این رو به شکل سنتی میارن این بحث رو و این ادعا رو مطرح میکنن، ولی که ارزیابی چین اولا به هیچ عنوان این نیست که این جزایر و میتونن از سمت امارات تحت مورد در واقع سرزمین ایران میتونه بخش از سرزمین ایران مورد تهدید قرار بگیره از سمت امارات. ثانیاً مسئله تایوان مسئله بسیار مهمیه که ایران نسبت بهش موضع کاملا روشنی داشته، اون رو بخش از تمامیت سرزمینی چین میدونسته و متقابلا چین هم هرگز نمیاد این کارو انجام بده که بخواد بخش از تمامیت سرزمینی ایران رو نادیده بگیره بسه. یا اینکه به سهلنگارانه باش برخورد کنه. بس در واقع بیشتر همون در واقع نحوه نمود رسانه‌ایشه که الان در واقع ما در این دو سه روز باهاش سر کار داشتیم.